اما آقای منتظری برادر عزیز من، من کتاب ایشان را میارم به خاطر جواب از جماعت عمریه، چون بهترین جواب علمی که جماعت دجالیه نوشتن همین اثر آقای منتظری، یعنی کتاب ولایت فقیه آقای منتظری مهمترین و مبسوطترین اثر علمی جماعت دجالیه در دفاع از ولایت فقیه اثر ایشان به این عنوان، نه اینکه این مطالب نظر نهایی آقای منتظری باشه. من نظرهای نهایی آقای منتظری را به تفصیل نمیدانم و به من نرسیده. میدانم که ایشان بله نسبت به حکومت ایران خیلی مخالف بود، اما آیا واقعا از این استدلال های خود این ادله ای که آوردن اینجا پشیمان شده؟ این حرف شما برای من جدیده. بله ایشان میگوید که ولایت فقیه شرک این امور، این امور را گفته، اما واقعا از این استدلال های این حرفایی که زده از اینا پشیمان شده بوده یا نشده بوده، اینا من نمیدونم. شما گفتید شده، شاید همینطوری باشد، اما علی کل حال این را به عنوان یک نمونه از حزب اونها، چون نمونه بهتر از این من سراغ ندارم میارم، و الا اگر نمونه دیگر بهتر بود مثلا کلمات مصباح یزدی هست، او دیگر خیلی آدم جاهلیه مصباح یزدی، این منتظری یک کمی ملا هست، یک کمی حرفایش سر و ته دارد، او مصباح یزدی اون که خود او یک جانور یه دیگر، او که بله خان اصلا نقل کردن کلمات او برای مسخره کردن خوبه، برای خندیدن به جهل و حماقت این مردک خوبه، و الا او این که بیاد استدلال بکند و این امور را بشناسد اهل این کارا نیست مصباح یزدی. به این عنوان من مطرح میکنم. حالا شاید در ایران کتابهای خیلی دیگری نوشته باشن جماعت دجالیه که اونها بهتر بتواند نمایندگی بکنند از افکار جماعت دجالیه. من آشنا نیستم، اگر شما آشنا هستید برای من ایمیل بکنید اون لینک هایش را تا من اونها را مورد بررسی قرار بدم. خط مخالفین